در ایران روزنامه نگار بودم و شاعر و چندین مجموعه شعر منتشر کردم در ایران، یعنی هر دو رو همزمان پیش می بردم. و بعد از انتخابات به دلیل فعالیت هایی که در دوره انتخابات سال 88 داشتم از ایران خارج شدم. مدت 9 ماه در هند زندگی کردم، 7 ماه در ترکیه و سرانجام هم اومدم به آلمان. مشکل پیدا کردن خونه رو داشتیم تا چند ماه، ولی نهایتاً توی منطقه کالک تونستیم که یه خونه پیدا کنیم. بعد به یک فضایی، اونجا هم فضایی داره که خیلی پر جمعیت منطقهش و از یه جهت خوب نیست، چون من خیلی علاقه ندارم به سر و صدا، ولی اون منطقه شلوغیه. ولی از یه جهت خوبه، چون که یک فضایی که خیلی از دانشجوها توش زندگی میکنن، خیلی از اساتید دانشگاه اونجا زندگی میکنن، یه فضای آلترناتیوی داره، اتفاقات این شکلی اونجا میفته، از این جهتش برام جالبه. من بیشتر وقتم رو تو کتابخونه میگذرونم، کتابخونه عمومی شهر، به دلیل اینکه همین که وقتی کتاب اطرافم هست خیلی احساس بهتری دارم، چون از ایران کتابخونه‌مو نتونستم با خودم بیارم و وقتی کتاب دارم هست خیلی احساس خوبی دارم. اهمیت انتخابات خیلی زیاده اگر ازش درست استفاده بشه. من فکر میکنم که اگر درست استفاده کردن از این فضا، یعنی اینکه مطالبات قبلی دوباره مطرح بشه، اینکه مطرح بشه که اصولا اصلا رأی ما کجا هست، هنوز ما این سوال رو جواب نگرفتیم که رأی ما کجاست و رأی ما چی شد. بهترین حرکت این هست که مردم رأی ندن، ولی از این فضا استفاده کنن برای اینکه اعتراضات خیابونیشون رو ادامه بدن. بخش مهمی از این جامعه مدنی رو زنها تشکیل دادن و در طول این مدت هم نشون دادن که چقدر تونستن فعال باشن. و البته الان جامعه مدنی به اون شکلی که در جوامع دموکراتیک مفهوم پیدا کرده در ایران معنی نداره، به خاطر اینکه همه به شکل زندگی‌های جزیره‌ای در خونه‌های خودشون دارن و اون چیزی که در بیرون اتفاق می‌افته و در خیابان و سطح جامعه اتفاق می‌افته چیزی هست که یک فضای به شدت کنترل شده است و دیکتاتوری. طبعا مردم فقط باید بیان بیرون که به کارهای روزمرهشون برسن و برگردن به خونه هاشون. در این 4 سال بدترین اتفاقی که افتاد تحریم ها بود، تحریم های اقتصادی، و مردم رو به درجه ای رسون که الان تنها خواستشون اینه که کسی بیاد که بتونه شرایط اقتصادیشون رو بهتر بکنه. و فکر میکنم سیاه ترین تصمیمی که میتونستن کشورهای غرب درباره ایران بگیرن این که مردم رو در واقع ایران و در واقع مردم رو تحریم اقتصادی بکنن. امیدوارم که در این انتخاباتی که در پیش داریم هم مردم توانایی هاشون رو یک بار دیگه نشون بدن و دوباره بتونن که اون فضای ترساوری که الان وجود داره رو بشکنن و از فضای انتخابات استفاده کنن.